پنجمین مسجد بزرگ یا هم جامع در دنیا شناخته شده. مناره های مسجد جامع شریف مثل یک سیخی گل که قط و لای میشه، همینطور لای میخورد. به تاریخ هسته 4000 سال قبل از اسلام معبدی بوده، همه ادیان مختلف به این عقیده اند که کار از این مسجد هر وقت که تعطیل شه قیامت میشه. به مجرد که زلزله شد مثل که یک سر و صدای عجیبه، یک شرنگ شرنگ دروازه ها به هم میخورده چی خود من داخل خونه حتی رای گریختن خور فراموش کردم که کجا بگریزه. به نام خداوند یکتا. سلام هموطنای عزیز، وقت همه شما بخیر باشد. در هر سرزمینی که زندگی میکنین خوش باشین، جور باشین، آرام باشین. ما به ولایت زیبای هرات هستم. جا داره که یک بار دیگر عرض تسلیت بگویم برای خانواده هایی که در چندین زلزله از دو هفته به این طرف عزیزای خود را از دست دادن و کسایی که زخمی دارن شفای عاجل بر از اونا میخواییم. یعنی زمین هرات از دو هفته به این طرف آرامش نداره، هم خسارات جانی داشته هم خسارات مالی داشته. و زلزله اخیری که خیلی ها خطرناک بود امی درست قبل که اتفاق افتاد ساعت 8:15 دقیقه که ما هم خاطره ناخوش داریم ازش و خیلی ترسیدیم. باور بکنید در چند روزی که در ایران هستم زیادتر از امون روز به این طرف آل خوش و آرام نداریم، هم در گزارش های خود هم در گپای خود. یعنی یک تراژدی تمام عیار از در این ولایت. خداوند خودش رحم بکنه. ما اینمی لحظه به بزرگترین مسجد که بعضی ها میگن سومین مسجد، بعضی ها به این باور هستن که پنجمین مسجد بزرگ یا هم جامع در دنیا شناخته شده، مسجد جامع هرات. این مسجد یکی از تاریخی ترین مسجد ها در افغانستان و در پهلویش 800 سال قدامت تاریخی داره. خدا کنه که در این معلومات من مشکل وجود نداشته باشه که باز من پیش شما ملامت نشم. یعنی آنقدر مساحت این مسجد بزرگ است که ایرم پرسان بکنم که در یک وقت چقدر نمازگزار میتونه که اینجا بیایه یا نماز ادا بکنن در این مسجد. منارهای خیلی بلند بلند به گفته هراتی های ما حیوان ها یا هم اتاقای خیلی بزرگ بزرگ در چند سمت او سمت روبرو دست چپ در این قسمت و او قسمت دیگه هم که میبینین اتاقای خیلی بزرگ بزرگ داره. اینی قسمت هی روبرو زیادتر تخریب شده که در او قسمت هم باز تصویرهایش هم میداشته باشیم که امو زلزله اخیر که بسیار خطرناک بود اینجا را همچنان تخریب کرده. و جالبی است که این مسجد اینقدر نقش و نگار مقبول داره که وقتی داخل میشی دلت نمیشه که از این مسجد پس بیرون شوی. یعنی این سمت که بعد از سمت دست چپ است که تصویرهایش باز میبینین که دمی چند وقت اخیر فکر میکنم ایره مرمت کاری کردن و اینجا را ساختن، دوباره بازسازیش کردن. دیگه تشویش زیاد داریم به خاطر از اینکه زلزله آخر زیادتر تخریب کرده مسجد را. چقدر خوب است که همراهی خطیب صاحب مسجد هم صحبت بکنیم، کسایی که جدا وقت از زلزله بوده کسی خدا کنه اوار نشده باشه و در کل که منارا را بریم از نزدیک بر شما تصویر داشته باشیم و ببینیم که چقدر تخریب شده. بسیار زیاد تشکر از اینکه با ما هستین. من به داخل مسجد جامع هرات هستم. در کنارم هم خطیب صاحب مسجد جامع هرات هستند. میخوایم گپایی داشته باشم اما قبل از او بیاییم که یک معرفی شویم، معرفی درست شویم همراه خطیب صاحب.
تشکر از اینکه به ما وقت دادیم. بسیار تشکر. شما که تشریف آوردیم و از احوال مردم هرات میخواییم مردم افغانستان و جهان را بخبر کنیم. اسم من محمد نور است، امام و خطیب مسجد جامع بزرگ هرات هستیم. بسیار تشکر. ما خو با سلسله گزارش هایی که داشتیم از مناطق که زیادتر مردم ما متضرر شده بودن، شهید دادن، زخمی دادن، با سلسله مو گزارش ها و موضوع دیگه که هرات را زیاد مردمش پریشان ساخته می زلزله است. جناب خطیب صاحب، چی گذشت؟ فعلا وضعیت چی گونه است در این مسجد که مردم بدانه بفهمه؟ تخریباتش باز امرای دوستای دیگه صحبت خواد کردم، ولی گپای شما در رابطه به این چند روزه که زلزله شد پای هم از شما مشته. شما میفهمیم که از طریق رسانه ها جهان در این موضوع به جریان هست که زلزله های پیاپی که در این روزها در هرات به وقوع پیوست، زلزله های بی پیشینه بود که بسیار زلزله های سخت تا 6.4 ریشتر درجه زلزله ها بود و بسیار وحشتناک بود و مردم ما بسیار در این زلزله ها متضرر شدند. از همه جمله که مکان ها و جاهایی که متضرر شدند، یکی مسجد جامع بزرگ هرات است. خودم شاهد بودیم که می دیدیم در زلزله اول زمانی که با وقوع پیوست، میناره های مسجد جامع شریف مثل یک سیخی گل که قط و لای میشه، همی طور لای میخورد و این طور دلخت و گرد و خاک از اینا بیرون میشد که حیران میماند، بسیار وحشت زیاد داشت. اما الحمدلله در مسجد جامع بزرگ هرات ما تلفات جانی نداریم، همی بسیار گپ خوشی است. و نقصاناتی که به تعمیر و به بنای مسجد وارد شده او را شما خود شما تصویر برداری میکنیم، انشالله میفهمیم. بسیار زیاد تشکر، خوش شدم که دیدم شما را، با عزت باشین. یک چیز دیگر هم بگوین که نماز فعلا اینجا ادا میشه؟ بله، نماز معطل نشده، 5 وقت نماز به همراه نماز جمعه، حتی از قبل کرده مردم پرشورتر به نماز میایه و علاقه مردم با عبادت و با نماز خواندن زیادتر شده، چون که مردم به کاروبار و به دکان نیستن، اکثرشان از خطر زلزله به مکان ها و به خانه های خود هم نرفتند، زیادتر مسلمان هستند مردم افغانستان و علاقه و عشقش به عبادت الله در این روزا بسیار زیاد شده. اگر شما در وقت نماز بیاییم میبینیم که این صحن نماز از مقتدی ها و از کسانی که به جماعت میه پر میشه. بسیار تشکر. تشکر از شما. بخیر باشید. سلام علیکم. وقت نمیگیرم. بخیر باشید. در کنار ما یکی از متوالیای همین مسجد جامع هرات هستن، همین خود یک معرفی بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من حاجی سید عبدالعزیز چشتی، متولی مسجد جامع بزرگ هرات. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشین. بیایم یک نگاه کوتاه به تاریخ این مسجد داشته باشیم. مسجد جامع هرات میگن که بعضی ها میگن دومین، بعضی ها میگن که سیومین، بعضی ها هم میگن پنجمین مسجد جامع در دنیا است. قدامت تاریخی این مسجد چقدر است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این مسجد جامع بزرگ هرات که قدامت تاریخی ازی نسبت نوشته هایی که به تاریخ هسته 4000 سال قبل از اسلام معبدی بوده، همه ادیان مختلف. به سنه 29 هجری قمری به خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اینجا چی شده؟ وقتی فتح میشه و به نام مسجد جامع مسمم شد که از اون تاریخ تا سنه 400 این یک شکل ساخته بود که به نظیر ازی به آسیا میانه نبود. بعد یک سمت ازی به چوب پوشیده بود که حریق شده بود. بعد از حریق شدن با دوباره ترمیم شد. با تا ایچ شد که وقتی سلطان قیاس الدین غوری، همین نقشه که فلان وجود داره، این هم بالای 800 سال توسط سلطان قیاس الدین غوری این همین نقشه چی میشه و به کار شروع میشه. باز بعد از او به هر کدوم دوری خیلی چیز کار کردن، اصلی بنیانگذار ازی سلطان قیاس الدین غوری بوده که این نقشه بسنده. بسیار تشکر. چندین بار هم این مسجد تخریب شد،
آسیب دید باز دوباره ساخته شد نه؟ بله، یک وقتی که سال 400 حرق شده بود نیمه مسجد چوب بود، منقش به چوب بود و همه حرق شده بود که پس ترمیم شد. بعد از او به هیچ حالتی که فلان داره تولید و تخریب نشده بود. از زلزله بسیار تخریب کلونش. بخیر باشین. این قسمت هم معلوم میشه توتا و پارچه سنگ خشت گل که در اینجا افتیده. چقدر بیایم قبل از اینکه از سر تخریب گپ بزنیم، چند دانه منار داره این مسجد جامع؟ 12 دانه منار داره. 4 ایوان داره. ایوان ها بسیار بزرگ. ایوان های بسیار بزرگ، یعنی هدفتان از اینمی ایوان بله کنار چشمید شما میبینید که تخریب شده و زلزله تکان داده اونار. صحیح. ایوان های بزرگ یعنی همی خانه های بزرگتر و خانه های بزرگتر. صحیح. در اینمی چند زلزله پای هم چقدر تخریب شده؟ کجاهایش تخریب شده؟ امی تخریب که مکمل یک تکان داده همگی. باز اونده تخریب که هست همی چهار ایوان کلانتر که بود این هم شگاف های بسیار کلان پیدا کرده و چهار منارهای زیاد 12 منار یک دوتا یا سه تا نسبتا آبادتر مونده. دیگر همه تخریب شده، 6 تا کوبخی از بین رفته که همه پشتگی های همه چشم سر شما مشاهده میکنین چیزی چوک و پاره سنگ و خشتی که اینجا میبینید در روی از این منارا افتاده و چهار طرف مسجد هم هستی کنه. بسیار زیاد تشکر. اینی خشت و گل سنگ از کجا افتیده یا از منارا است؟ مناره بله مناره که میبینین به چشم سر عکس منارا هم بگیرین که همه ببینن مسلمان دنیا همه ببینن این مسجد جامعی که اینقدر کرامت داشته به یه حالت رسیده. الله رحم بکنه واقعا در پهلوی از اینکه شهید و زخمی داشتی زلزله ها شهیدا را خداوند غریق رحمت بکنه، زخمی ها را شفای عاجل بده. در پهلوی از او آثارهای تاریخی ما همچنان آسیب دیده دیگه در این زلزله ها. بله بسیار زیاد آسیب دیده که خود شما شاهد هستین که این کوشی از این بسیار معرق میگن بسیار شکل اساس و مشکل هم دست جور میشه که هر متر از این بالا یک لگریپه همی از رنگ و مصرف و چیزی میفته بخاطر اینکه اینا معرق همه به چکش و دست جور میشه بزید. بسیار تشکر و خیر باشین. شما خیر ببینید. شکر که شما خوب هستید. شما شما الحمدلله تو فلان خوب هستیم باز والله اعلم خدا بهتر میدونه که چیکار خواهد شد. توکل به خدا. توکل به خدا. توکل به او طرفش معلوم نیست. خوش شدیم خدا به شما. با عزت باش. خدا و سلام علیکم. خب تشکر بیننده عزیز که با ما هستین. ما با بمب مسجد جامع هرات هستم. کاکو عبدالرحیم کسی است که اینمی کار برق مسجد میکنه، یعنی برقی است به اصطلاح میانه بگیم. کاکو عبدالرحیم امروز زلزله فکر میکنم هم اینجا بوده دیگه، قصای زیاده برای ما و شما داره. کاکو عبدالرحیم خوب هستی؟ الحمدلله. زلزله به خیر میگذره؟ اگر روزگار است وفات هم هست به هر صورت میگذره. ما به خاطر میگم بخیر مگذره که یعنی هر دقیقه و هر ثانیه در اینجا زلزله شده میره. زلزله میشه بله، هر ثانیه در حالت وحشت مردم. خدا کنه شهید زخمی نداده باشه دیگه. الحمدلله تلفات جانی نداریم در داخل مسجد جامع شریف، ولی خسارات مالی خود شما طوری که در تصویر گرفتیم زیاد هست که حساب نمی آید. قربان بخیر باشی. چیزی فکر نمی کنم از پیش ما مانده باشه که پرسان نکده باشیم یا از کسای دیگه که ما گپ زدیم در این مسجد. تو کدام چیزی ما اگر مانده باشه از خودت مشتهیم در رابطه با مسجد جامع؟ اگر خواسته باشیم درباره تاریخ مسجد جامع شریف برای شما معلومات بدیم، طبقی که من در تاریخچه از این مسجد مطالعه کردم، این مسجد پنجمین بنای تاریخی در سطح جهان می باشه. قراره که من در تاریخچه از این مطالعه کردم 4000 سال قبل از اسلام این بنای از شروع شده. در ابتدا معبد زردشتی ها بوده، زردشتی ها از بین رفته باز معبد بودایی ها شده. در سنه 29 هجری قمری که اسلام به این سرزمین آمده در زمان حضرت عثمان غنی به مسجد جامع تبدیل شده و تا فعلا هم مسجد جامع می باشه. در مسیر تاریخ تعمیرات رخ داده، یعنی مرمتکاری های زیاد شده. حتی
بعضی از عوام الناس به این عقیده اند که کار از این مسجد هر وقت که تعطیل شه قیامت میشه، برای از اینکه چون مساحت از این زیاده و ارتفاع از این بلنده به اثر آفات طبیعی زیاد زیانمند میشه. به همین صورت اکثر اوقات تعمیر مرمتکاری از این ادامه داره و کم و بیش ادامه داره. و در زمان 29 هجری که ای به مسجد جامع تبدیل شده تا به فیلن هم مسجد جامع هسته، مساحت از این مسجد با همراه پارک طرف شرقی از 16 جریبه که 10 جریب مساحت پارک از اینه و 6 جریب هم مساحت زیربنای از این که هسته، دارای 12 گلدسته یا مناره می باشه، 480 گنبز داره که خانه دیگه. اگر و در طول تاریخ به این اندازه که در این زلزله آسیب برداشته ور نداشته هیچ وقت، یعنی قدر آسیب ندیده بود. آها، خب حال خوب، ما جگرخون هستیم، متاثر هستیم، متاسفانه آثارهای تاریخی ما باید بسیار خوب نگهداری شوه که نگهداری میشه، اما ای که پروردگار دیگه خودش میفهمه که کجا تخریب شوه، کجا تخریب نشه، کی زنده باشه، کجا آباد بشه. گفته خودتان هرچی از جانب اللهست، خیر باشه. این منارای هم که معلوم میشه در این سم چند منار تخریب شده مکمل؟ در مجموع ما 12 مناره داریم در مسجد جامع شریف که در تعداد 6 تا به طرف غرب از او واقع و زیادتر خساراتی هم که برداشتیم این طرف غرب برداشته، چون ارتفاع از این منارها زیادترک بوده و منارهای طرف شرق هم کم و بیش خسارات ورداشته، منطقه به سطح که این منارهای طرف غرب ورداشته ور نداشته. و یک علت مهمی بوده که در حدود چند سال پیش یک مرمتکاری منارهای طرف شرق شده بوده، همون مرمتکاری شاید استکام از اون بیشتر کرده و خسار کمتر برداشته، کمک نجاتش داده باشه. امی زیادتر امی مناره ای یک اندازه است یا یک طرفش که بلند بوده تخریب شده؟ زیادتر امی منارهایی که زیادتر بلند بوده، مثلا این دوی مناره جلو مسجد که هسته ارتفاع از اینا زیادتره و به تقریب از اون بازی دوی مناره طرف جاده لیلامی میگن به حساب طرف اینا باز ارتفاع باز او دو گوشه ارتفاع هم کمتره، چون سیر زلزله از طرف غرب آماده به این اساس امی طرف غرب زیادتر صدمه رسانده. بسیار تشکر کاکا عبدالرحیم، از شما هم تشکر میکنم، عزیزانت خیلی خوشحال شدم، سلامت باشید، خیلی وقت هم از در این مسجد بباشید. تقریبا 29 سال میشه که وظیفه صوت و برق در این مسجد خدمت مردم قرار دارم، خداوند این خدمت مرا قبول کنه. بشک کاک عبدالرحیم، اما روزی که زلزله شد خودت هم اینجا بودی؟ چون من وظیفه من داخل مسجد است، از 8 بجه که باید من سر وظیفه باشم، این زلزله هم ساعت 9:30 بجه شد به حساب 9 بجه 9:30 بجه 11 بجه، بله من داخل مسجد بودم، داخل خانه بودم به حساب، داخل خانه های مسجد بودم. به مجردی که زلزله شد مثل که یک سر و صدای عجیبه، یک شرنگ شرنگ دروازه ها به هم میخورد، چی خود من داخل خونه حتی رای گریختن خور فراموش کردم که کجا بگریزم. باز زلزله قرار شد داخل سن مسجد بودیم، زلزله تعقیبی با داخل سن مسجد بودیم که گلدستو هم تیفی رو میرخت و کشی ها میرخت اینا. با زلزله تعقیبی که سوم زلزله شد، باز من داخل خونه رفتم که از خونه اولی بگیرم، داخل خونه بودم که اون زلزله شد، پس اومدم داخل مسجد. دیگه هر چی زلزله شده ما داخل مسجد بودم. این هم قصه 8-15 دقیقه است اول که زلزله شد؟ نه، روز اول. خب روز اول اول روز اول باز دی شنبه روز اول روز اول اول باز دی 8-15 دقیقه کجا بودین؟ 8-15 دقیقه یکی دو روز پیش شد، دیروز هم یک لرزه کرد، امروز هم یک لرزه کرد. همون 8-15 دقیقه که زلزله شد به تعقیب هم باز یک زلزله خفیفتری شد، باز به ساعت های 11 بجی و یک تکان خفیفتر داد به حساب. همون هم ما داخل مسجد بودیم که انمی گلدستر که میبینین که او قبه کج شده و زیادتر ریخته، به همی زلزله آخر 8-15 دقیقه او قبه کج شده و زیادتر خاکی و داخل کشی داخل مسجد رخته. به مرور هر زلزله تخریبات ردشته و منطقه، هر چی که زلزله زیادتر شده تخریبات زیادتر شده، هر گذاره که میایه و میره کم کم رخته میره دگر چیزا. حتی همی گلدسته که هست امو داخل خو یک ستونه که داره
که تو به پین انو ستونی هست همو ستون رو داره، اگه همو ستون نباشه همین فلان فرو میرده. بسیار زیاد تشکر. از شما هم تشکر میکنم که زحمت کشیدیم به ای از دل ای آسیب دیده ها یک مرهم شدیم و یک خبر گرفتند و میخواین به مردم برسانین این خبر. خدا کنه که اولا امورات ارگان های دولتی و بعدا مسلمان های جهان دست ترحم به حال این ملت آسیب دیده داشته باشه و ای آبادات تاریخی ما نگذارن که ویران بشه. بسیار تشکر، بخیر باشه. تشکر. خوب است که دیوارایش خود چپر نشده، یک منار از پس شاید جور شود دیگه به موشکل. اگر کس توجه کنه انشالله میشه. هیچ نبوده شده، حالا که یک اندازه خساره برده شده که باید مرمت بشه. بخیر باشه، خود مکم. تشکر از شما اینی رفیقا و وطنداران که میبینین کلشان هراتی هستن، از همینجا هستن، از هرات. ما از داخل مسجد بیرو برآمدم و از این سمتم که میبینم این طرف هم با وجود از اینکه داخل مسجد گل و سنگ و خشت ریگش ریخته بود، این طرف هم ریخته و پیاده رو هم کاملا بند کردن. کسایی که اینجا بوده همی روزه که 8-15 دقیقه زلزله شد. خب اول از کلتان تشکری میکنم، زیاد محبت میکنم. الان گزارش های ما رو شما میبینید؟ بله گزارش بله بله میدیدیم همیشه در اونیم شب میدیدیم، خیلی گزارش های خوب بود، انعکاس میدیم به جامعه، خیلی مشکلات های مردم رو شما چیز میکنیم. ما خیلی خوشحال هستیم چون دو هفته بشه ما اصلا گزارش ندیدیم چون بسیار زلزله شدید بود، نرفتیم خونه، تلویزیون ندیدیم، خانه نرفتیم، بله تلویزیون ندیدیم، گاهی وقت از طریق یوتیوب سعی میکنیم خیلی کم. خوش باشین، بخیر باشین. امروز که زلزله شد همین 8-15 دقیقه شما بوده نیجا؟ بله 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 بوده. زیاد زلزله بسیار شدید بوده، خداوند خیر پیش کرده. می گل دستا بسیار به تمام ایراد که صدمه دید، مسجد جامع بزرگ ایراد صدمه دیدن به تمام گل دستا های تاریخته. حتی ما ایوان نگیم سه قسمت ایوان از مسجد تخریب شده، بسیار مسجد جامع شدید صدمه بزرگی دیدن. اینجا شما کسی اوگار نشده؟ از ما شکر الحمدلله اوگار نشده. برو شکر که اوگار نشده. این خب پس جور هم میشه انشالله، انشالله خداوند بخواست اونا را جور میشه و تاقای و حیواناش جور میشه انشالله اگر خداوند بخواسته باشه. دگم متاد دولت مهم دگه ایتالا رئیس اطلاعات فرنگ کوی اگه خوشنیدی بداده گفت اگه ما اینجا گار جور میکنیم انشالله، دیگه ما منتظر هستیم انشالله که بخیر جور شد. زنده باشیم. بسیار زیاد تشکر. گزارش ما در همینجا به پایان میرسه، وقت ما تمام است. شما چند تصویر از بیرون و مسجد ببینین که پیاده رو هم بند ساختن، کسی رو طرف نمیمونن که باز نشه زلزله شد و خواهی نخواسته کسی اوگار نشه. تا فردا و یک بخش دیگه از ولایت هرات، خداوند یار و نگهدار همه ما و شما کلتانمون طرف کرد.